یک مقام بلندپایه ایالات متحده در گفتگو با رویترز از به صفر رسیدن خرید نفت سه مشتری بزرگ تهران خبر داد و در همین رابطه علی اینجاست با توضیحات بیشتر در این مورد بله ریحان آقای برایان هوک هم تایید کردن امروز که سه کشور از هشت کشوری که از ایالات و متحده معافیت گرفته بودن برای واردات نفت از ایران خرید نفتشون رو متوقف کردن و به صفر رسوندن که احتمال میره این سه کشوری که آقای برایان هوک ازشون نام نبردن ایتالیا تایوان و یونان باشن و همچنان هند کره جنوبی ژاپن چین از ایران همچنان نفت بخرن به اضافه یه عراق که پنج کشوری هستن که موندن و این باعث شده که از این به بعد جمهوری اسلامی بخشی از درآمدش که روزانه آقای برانر هوک گفتن سی میلیون دلار میشه رو از دست بده با حذف این سه مشتری سی میلیون دلار در روز از دست خواهد. سی میلیون دلار از درآمد نفتی ایران کاسته خواهد شد ضمن اینکه ایشون گفتن در یک سالی که از برگشت تحریم و گذشته و در آستانه یک سالگی خروج امریکا از برجام ایران تا الان حدود ده میلیارد دلار را از دست داده که حالا این سی میلیون دلار ماهیانه هم روزانه هم بهش اضافه میشه و واکنش جمهوری اسلامی مقامات تهران چی بوده به این موضوع به این خبر تهران هم واکنششون دادن مقامات گفتن که آمریکا داره تبلیغات منفی میکنه بر علیه وارد صادرات نفت ایران و اینطوری نیست که ما نفتمون فروشش به صفر برسه ما مشتری های جدیدی پیدا کردیم با اونها وارد مذاکره شدیم معاملات جدیدی رو داریم ترتیب میدیم و با اونها نفتمون جلو میبریم امروز آقای نواک وزیر انرژی روسیه هم در این کشور با آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ملاقاتی داشتن و تاکید کردن که روسیه با ایران همکاری هاشو بیشتر خواهد کرد در زمینه نفت و انرژی البته بحث که هست بحث قیمت نفت هم هست قیمت نفت به حدود 70 دلار برای هر بشکه رسیده که این هم در بازار هواشی زیادی رو درست کرده و با اینکه مسئولین آمریکایی متفقا میگن که احتمال اینکه ما بعد از اینکه این معافیت ها زمانش به پایان برسه تمدیدش نکنیم زیاده اما خب کارشناسا بر این باورن که به خاطر بالا بودن قیمت نفت احتمالاً برای این پنج کشوری که باقی موندن معافیت تمدید یعنی هنوز به نفت ایران در بازار جهانی احتیاج احساس میشه در این با این شرایطی که توصیف مقامات کردن. آمریکایی گفتن امسال نسبت به سال گذشته سال 2019 بستر بهتری هست برای اینکه نفت فروش نفت ایران رو به صفر برسونن اما خب عرض کردم شاید به خاطر اینکه قیمت رو نگه دارن پایین و پایین بیارن احتمالا به این پنج کشور دوباره معافیتشون تمدید کنن علاوه بر این کارشناسان اعتقاد دارن که با توجه به خسارت هایی که سیل به ایران زده در این چند روز اخیر و همینطور از دست دادن این روزانه سی میلیون دلار و ده میلیارد دلاری که در سال گذشته بوده احتمالا اقتصاد ایران متاثر از این هواشی خواهد شد و حتی پیش از شروع سال هم از کمبود بودجه صحبت میکردن دولت امیدواریم که برای مردم هرچه که هست بهتر بشه مرسی